کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه 5 نوامبر تازه ترین گزارش خود در مورد پیشبینی رشد اقتصادی و نرخ بیکاری منطقه پولی یورو را منتشر کرد. بنا به این گزارش منطقه یورو طی 2 سال آینده دارای رشد اقتصادی آرام اما نرخ بیکاری بالا خواهد بود. این گزارش میگوید نرخ رشد اقتصادی منفی 0.4% سال 2013 در سال 2014 به 1.1% و در سال 2015 به 1.7% خواهد رسید. اولی رن سخنگوی امور اقتصادی و پولی کمیسیون گفت رشد اقتصادی در 3 ماهه دوم امسال به طور کلی سمتگیری مثبت داشت. با این حال روند مداوم این رشد با تعدیل‌های روبروست و تا مدتی سیر صعودی آرام خواهد داشت. مطابق ارزیابی جدید کمیسیون اروپا رشد اقتصادی منطقه یورو در سال آینده نسبت به پیشبینی قبلی کنتر خواهد بود که دلیل آن کاهش تقاضا و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و نیز نرخ تورم پایین‌تر از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بانک مرکزی است.